نزدیک به چهار ماه پس از اعتراضات در ایران سازمان حقوق بشر ایران در تازه ترین بیانیه آخرین آمار قربانیان این حوادث را منتشر کرده است در بیانیه سازمان آمده است که تعداد کشته شدگان 476 نفر است که دست کم 64 تن از کشته شدگان زیر 18 سال سن داشتند جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سعید بهاری سازمان حقوق بشر ایران در تازه ترین بیانیه خود تعداد جان باختگان اعتراضات ایران را دست کم 476 نفر اعلام کرده است. بر اساس این بیانیه دست کم 64 تن از کشته شدگان زیر 18 سال سن داشتند که 9 تن از آنها دختر بودند. سازمان های مسئول و نیز مطبوعات و رسانه های داخل ایران به ارائه آمار و ارقام قربانیان اعتراضات اخیر نمی پردازند و از سوی دیگر رسانه های بین المللی امکان ارسال خبرنگار و گزارشگر برای تحقیق در ایران را ندارند. و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران زیادی به دلیل پوشش اعتراضات و تلاش برای تهیه گزارش و تحقیق در خصوص قربانیان بازداشت شده و پس از ماهها همچنان بلا تکلیف در زندان به سر می‌برند. سازمان حقوق بشر ایران که یک سازمان مردم نهاد غیر دولتی است و در اسلو پایتخت نروژ مستقر است و بر پایه تحقیقات به روش های گوناگون وضع حقوق بشر در ایران را منظما رسد می کند در آخرین گزارش خود آمار جان باختگان در 25 استان مختلف ایران را مورد بررسی قرار داده است بر پایه این گزارش بیشترین کشته ها به ترتیب در استان های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، تهران و مازندران بودند. بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران رقم اعلام شده صرفا مربوط به جانباختگان در خیابان هاست. منابع همسو با حاکمیت نظام ولایت فقیه هم ما این آمار را مربوط به پروژه کشت سازی می دانند و مرگ بسیاری از قربانیان را حاصل خودکشی، تصادف، بیماری و یا حاصل از گلوله های تروریست ها. سازمان حقوق بشر ایران همچنین هشدار داده که دست کم 100 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام مواجه هستند. دستگاه قضایی پس از محسن شکاری و مجید رضا رهنورد موقتا روند اجرای احکام اعدام ها را متوقف کرده اما گماد زنی ها حکایت از آن دارند که احتمالاً به زودی این روند از سر گرفته خواهد شد هرچند طی هفته های گذشته تلاش فعالان حقوق بشر برای لغو احکام اعدام ماهان صدارت و حمید قره حسنلو به نتیجه رسید و حکم اعدام این دو بازداشتی ملغا شد اما بسیاری دیگر از محکومان و متهمان شب و روز را زیر سایه سنگین حکم اعدام به سر میبرند. گزارش‌های زیادی در رسانه‌های خارج از ایران حاکی از آن است که روند دادرسی ها با قوانین و مقررات جاری سیستم قضایی نظام ولایت فقیه هم تطابق ندارد و برخی مدعی هستند متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی و روند تحقیقات قضایی منصفانه و صدور کیفرخواست مبتنی بر طی مراحل قانونی محروم بودند و حتی برخی مسئولان حکومت کنونی نیز به این وضعیت معترضند سعید بهاری اخبار